بگناهی کبیره و فوت کرد. پس سرنوشت او چگونه باشد؟ سوال: اگر شخص مسلمان با یکی از گناهان کبیره و فوت بکند، پس عاقبت کار او در آخرت چگونه است؟ جواب: آن شخصی که با توحید وفات کرده است و به الله سبحانه و تعالی چیزی را شریک نآورده است، او از اهل جنت است، اگر چند گناهی کبیره کرده باشد. زیرا شخص گناهکار در زیر خواست الله سبحانه و تعالی است. اگر خواهد او را میبخشد و اگر خواهد به گناهش او را عذاب میدهد، مادامی که از آن گناه هش توبه نکرده وفات کرده باشد. اگر او را با بسیاری گناهش به دوزخ پرداخته شد و در آنجا عذاب دادن، در آنجا جاویدان و ابدی نمیماند. او را از دوزخ بعد پاک شدن و تفتیش شدنش به بهشت برآورده می شود. از ابی ذر رضی الله عنه روایت است که گفت: به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تن لباسی سفید داشتند و خواب بودند. پس بعد مدت آمدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار شدند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر بنده که لا اله الا الله بگوید پس وفات بکند، مگر اینکه داخلی بهشت گردد. گفتم: اگرچه آن بنده زنا کند و دزدی کند؟ فرمودند: اگر زنا کند و دزدی کند. گفتم: اگر زنا کند و دزدی کند؟ فرمودند: اگر زنا کند و دزدی کند. گفتم: اگر زنا کند و دزدی کند؟ فرمودند: اگر زنا کند و دزدی کند. و اگر بینی ابی ذر به خاک رسد. حدیث با روایت امام بخاری. مثل این حدیث تو به گناهان کبیره دست مزن و بدان که بعد گناه کردن امید اون را داشته باشی که الله سبحانه و تعالی عفو کننده است، گناهان را مغفرت میکند. در فتاوای لجنه دائمه آمده است که عقیده اهل سنت و جماعت این است که هر شخصی از مسلمانان با گناه کبیره وفات بکند، به مثل گناه زنا، تهمت، دزدی، پس او در زیر خواست الله سبحانه و تعالی است. اگر خواهد او را میبخشد و اگر خواهد با آن گناهان کبیره که انجام داده بود و با آن وفات کرد، سرانجام کارش رفتن به سوی جنت است. همچنان که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و درستی که الله سبحانه و تعالی آن که برای او شریک مقرر کرده شود نمی بخشد و غیر آن هر کی را خواهد می بخشد. سوره نساء آیه 48. و در حدیث های صحیح، حدیث های متواتر آمده است که دلالت بر آن می کند که موحدان را از آتش دوزخ بیرون کرده می شود. حدیث عباده ابن صامت رضی الله عنه از که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا به من به آن بیعت می کنید که به الله سبحانه و تعالی چیزی را شریک نمی آورید و دزدی نمی کنید و زنا نمی کنید، فرزندانتان را به قتل نمی رسانید و بهتانی که در بین دست و پای شما است نمی بافید و در کارهای نیک نافرمانی نمی کنید و هر که از شمایان وفا می کند پس اجر و ثوابش در نزد الله سبحانه و تعالی است و هر کسی که به آن گرفتار شود، پس اگر مجازاتش در این دنیا شود، پس آن کفارت گناهی او میگردد و هر کسی که از آن چیز فایده گرفت، الله سبحانه و تعالی اگر خواهد آن گناهش را پنهان میکند که پس عاقبت او به سوی پروردگار است، اگر خواهد عذاب میدهد و اگر خواهد عفو میکند. پس ما با همین چیزها به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم. حدیث با روایت امام بخاری. تا به فتاوای لجنه دائمه جلد 1 صفحه 738.